Buongiorno. Dove sei andata? Sono venuta, non c'eri. Mangiata o gol kardam. خودم رو گم کردم. الو مارتا، اشتباه گرفتم. چرا دوباره کوچولو شدی مارتا؟ من گرونم. مارتا رفت اونجا، گفت خوتن زنگ میزنه بردارم بگم سلام. نگفتی که سلام. آخه نگاه کن، درست مثل مال منه. ببین، شما هم ماما و بابا نداری؟ دارم. سلام خوتن.
چرا آب میریزن مارتا؟ ما بهش میگیم وارتی بور. مردم از حسودی. ما بهش میگیم آب پاشو. البته من تا وقتی خیس نشده بودم یادم نیومده بود. این کارو میکنن برای اینکه بارون بیاد. شما برای چی این کارو میکنید؟ خوش آمدید. ما... چی میده؟ بذاریم مهمون بگه. نمیدونم. هر غذایی با سالاد مخصوص. سالاد مخصوص با لاهماجان. ریچش گفت چه غذایی؟ خوبه، دوست داری. یکی میخواد حال تو بپرسه. من الان دلم سالاد مخصوص میخواد، فقط و فقط و فقط. جواب بده مارتا، نه سوال دارم نه جواب. گشنمه، گشنمه. الان صداشو قطع میکنم، میذارمش رو ویبره، خیال خودمون رو راحت میکنم. نگاه کن اینه چوجه هایی خیز خودشو تکون میده. شاید شوهرت باشه. اون نمیتونه باشه. من الان گشنمه، دلم فقط غذا میخواد. چرا نمیتونست شوهرت باشه؟ چقدر سوال میکنی مارتا، الان فقط میخوایم سالات مخصوص بخوریم. سلام ماما. هیچی، من یه چند روزی اومدم اصفهان. چرا چی؟ برای چی من باید به همه بگم چی کار میکنم؟ من یه چند روز اومدم مسافرت، حق ندارم؟ نمیدونم، تا شب با مارتا هم، بعدش هم حالا مارتا اومد، من بعدم بهتون زنگ میزنم. باشه باشه، تماس میگیرم، خدافظ. اول بریم یه هتل، این کوله من خیلی سنگینه. میریم خونه ما. قربونت، اصلا حرفش هم نزن، میخوام یه چند شب تنها باشم. فقط یه هتلی که خیلی لوکس نباشه. یه سوال، چرا به شوهرت جواب ندادی؟ اون دیگه از من جواب نمیده. خوتن مامان هی زنگ میزنه. من اصلا حوصله هیچ کسو ندارم. قهر کردی؟ اشکال من اینه که زیادی با دنیا آشتیم. کلید. این چیه؟ آنو. نه 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 چه تو فهمید؟ نشون بده. الو مارتا. خوب شد اومدی. می‌خواستم ببینم جریان گارینه چیه، چند سالشه، چند وقته تو پرورشگاهه. گارینه اسمشو ما گذاشتیم گارینه. 9 ساله است. 2 ساله بود که دم در کلیسای وانک پیداش کردن دادنش به ما.
فلج اطفال داره. منم هفته یه بار میبرمش کلیسای وانک. آخه یه دفعه از دهنم در رفت، گفتم مامانت میاد اینجا تو رو پیدا میکنه. راستی من شب با اونا قرار گذاشتم، برو یکم بخواب سر حال بشی. باشه خدا. دایم میگفت اینا تصمیم دارن اینجا رو مثل روز اولش درست کنن. منم گفتم یه دوستی دارم تو ایتالیا درس خونده، یه خورده خوله ولی سرش درد میکنه واسه اینجور چیزا. یادته اون خونه خوشگله که خیلی دوستش داشتی، هی من میبردی نشونم میدادی تو اون دهکده نزدیک روم؟ یادته میگفتن اونجا قبلاً یه طویله بوده؟ آره خوب یادم. اینجا یه ماجرای جالب داره. چی؟ حاج خانم برای تعریف میکنه. حاج آقا حاج خانم چند سالشونه؟ دایی میگه 70-80. میخوان زندگی رو دوباره از نو شروع کنه. میدونی چقدر خرجشه اینجا؟ قبول میکنی؟ نمیدونم. مگه نمیخوای یه مدت دور از تهران باشی؟ خب اینجا باش. نسیم شمال که به ما میرسد زمان بسار. بفرمایی خانم و هندونه بخورین گلوتون خنک بشه. ممنون. بفرمایی قابل شما رو نداره. ببین چه هندونه ای برای تو بردم. خودتن خورشید کف حوزو ببین. آخه چه خوشگله. من تو چشمای شمام. منم تو چشای تو هم. خوتن بیا حاج خانم میخواد برای تعریف کنه. ممنون. حدود 100 سال پیش عموی حاج آقا این خونه رو ساخت. پسر بزرگش یکی از افسران ضد انگلیسی و مخالف رضاخان بود. با چند تا از همکاراش طرح یک کودتا رو ریختن ولی موفق نشدن، فرار کردن تا توی باقی غافلگیر شدن و گیر افتادن. همشون به رگبار بستن. مادرش بعد از این ماجرا دخ کرد و مرد. عمو هم این خونه رو به برادر کوچیکترش که پدر حاج آقا باشه فروخت و رفت. حاج آقا میگه این خونه شناسنامه منه. تو این خونه به دنیا اومدم، بزرگ شدم، زندگی کردم. میخوام از اولشم بهتر بشه. ما بچه نداریم اما هنوز به هم وفاداریم. راستش ثروت زیادی ندارم اما هر چی دارم میخوام بذارم تا این مرد خوشبخت بشه. بله. حالا به خانم ابراهیمیان چی بگیم؟ هیچی. میگیم خورشید افتاده بود تو حوض، من و کارینا رفتیم درش آوردیم. خوبه؟ آی خاله جون! خاله جون!
چیه باز نصف شب یه پیزا اسپانیا افتادی و حوض آب؟ هنوز دست بردار نیستی؟ پیزا اسپانیا چیه؟ زاینده رود شما. گفتم شبیه حیفه بخوابیم، بیا یه کمی با هم حرف بزنیم. خیلی خوب، هرچی تو بگی. ولی اول باید به سوال من جواب بدی، چرا حلقه دستت نیست؟ عزیز مرد مارتا. تو یه تصادف که فرمون دست من بود. میخوام گارون رو با خودم ببرم تهران. با اینکه مامان ارتوپده ولی من چیزی از فلج اطفال و ارتوپدی و اینجور چیزا سرم نمیشه. چطوری میشه؟ چی چطوری میشه؟ که گارون یه مدت با من باشه. ما این خانم ابراهیمیان میدونم حق داره سختگیری کنه، ولی وقتی میگی ولی یعنی کسی نباید بهت بگه نه. حالا چی شد که تو یهو شیفته گارون شدی؟ اون شعر نیما یادته؟ شامگاهان که رویت دریا نقش در نقش می نهفت کبود، داستانی نتازه کرد به کار، رشته‌ای بست و رشته‌ای بشد، رشته های دگر برام بگم.
الو سلام مارتا، خوبی؟ نه کار نداشت. میام. نه الان میام. هاش خانم، با من یه تماسی گرفتم، من باید فوری خودم رو برسونم جایی. اشکال نداره این دوربین من پیش شما امانت باشه، من زود برمیگردم میبرمش. خیالت راحت باشه عزیزم. سلام، چه به موقع اومدی؟ سلام، چطوری؟ خودن، تو میخوای منو ببری خونتون؟ اجازه دادن؟ بیا بهت بگم. سی تا پرسش نامه است که باید پر کنی، 10 تاشو باید امضا بزنی. بگیر اینجا. 3 تا آدم حسابی باید تایید کنن که تو دختر خوبی هستی. یه خانم دکتر هم از تهران باید نامه بده که بذارم ببرش. آخه این همه امضا کنش. امضا کن. آه، وثیقه هم یادت نره. آخریش؟ خیلی خوب. آه، من راجع به حرفای دیشب چیزی به گارینه نگفتم، تو هم رد. خیلی خوب، تا شما اینجا رو با هم دیگه میبینین و خوتن برات از اینجا سخنرانی میکنه، چون اینجا خیلی خیلی خونه قشنگی، من برگشتم. بای گارینه، چاو. خوتن، من شب تو خواب جیغ میزنم. منم همینطور. من گهی یادم میره پام اینجوره، از تخت میام پایین، میخورم زمین، درد میزنم. منم همینطور. تو که پت اینطور نیست. خودم اینجوریم، هی میخورم به در و دیوار. یه چیز دیگه، من صبح زود پا میشم. منم همینطور. ای چخن. ای، من این ساختمونو تو خواب دیدم. که سر میزنه میریم سر ساختمون، برای که نمیتونیم تو تاریک آجر رو آجر بذاریم، اصلا عادت داریم که تو نور آفتاب کار کنیم تا بتونیم همیشه کار کنیم. همه اینا واسه اینه که ما همیشه کار داشته باشیم. معمارا اینجوری هم دیگه. حالا وقتی رفتیم تهران میبرمت با خودم سر ساختمون، اونجا میبینی که یه عالم آدم چجوری برای یه ساختمون خوشگل کار میکنن تا تمام میشه. موافقی؟
چه کار کنم دیگه؟ درد سری خوتن خودمی دیگه. تومور خوشخی دعواتون که نشد. گارنه یه خورده کم حوصله است. منم زیادی پر حوصلم. با ما نمیای تهران؟ من که موبایل. الو سلام. معلومه. میام بلیت گرفتم. مهمونم دارم با گاری نمیام. من با این همه گرفتاری خودشم با این شرایط روحی ببین چه کارا که نمی کنه. به فال نیک بگیر بانو. دارم یه تو سلام. این خانوم مامان منه، اسمشون لیلی صدر دکتره. این آقا هم دکتر هرمز کسموی. البته اصلا با آدم ها کاری نداره ها، فقط کتابای تاریخ و جراحی میکنه. این خانم کوچولو هم اسمش کارینه است. به به خیلی خوش آمدین. سبام زنجیر تو راه داری میاد. اوه زلزله میاد. پس ما بریم استراحت کنیم. شما چقدر سرحال شدی؟ ختن جان 2 دقیقه بیا باید کار دارم. خب شما یکم پیش بابای من بمون تا من برم 2 دقیقه با مامانم حرف بزنم. باشه. خانم خوشکی شما به زبان اولی چجوری میگی حال شما خوبه؟ بارف لبس. بله. تو میدونی داری چی کار میکنی؟ چطور؟ من میفهمم تو شرایط سختی رو گذرونی. مامان حرفشم نزن. تا حالا حرفشو نزدم ولی الان میخوام باهات صحبت کنم. خیلی خوب باشه، پس همون 2 دقیقه که خودت گفتی. مسخره بازی در نیار خودم. یکم منطقی باش. تو دیگه بچه نیستی. ولی شما همش منو دعوا میکنی، نصیحت هم میکنی. تو هم عادت داری که شلوغ بازی در بیاری. یهو چی شد بلند شدی رفتی اصفهان؟ این دختر بچه رو آوردی تهران. هیچی، فکر کردم شما ارتوبدین اینو بیارم اینجا. خیلی خوب ختن، من میفهمم تو میخوای یه فاجعه رو از بین ببری تو ذهنت، وقت داری یه درد سر دیگه میسازی. اگه شما از دست من و درد سرم خسته شدین مشکلی نیست، من برمیگردم خونه. تو چرا نمیفهمی من چی میگم؟ هیچ وقت نخواستی بفهمی من چی میگم. خیلی خوب، پس گوش کن. این بچه معلوم نیست که خوب بشه. بهش بی خود امیدواری نده. خودت هم پشتش قایم نکن. مامان ولی من دلم میگه که دلم برای یه بارم که شده منطقی باش. خواهش. اینجا فعلا یه تخت و یه کمد لباس داریم تا بعدا یه چیزایی برات جور کنی. مگه قراره من چقدر اینجا بمونم؟ حالا که همش داری میگی فعلا. فعلا که هستی اینجا. سلام خانم. اینم سبا. ببین من خودم عاشق خرس پاندا. تو هم خوشت میاد؟ خیلی قشنگه. شما چی شد یا متواره شدی؟ رفتی اصفهان چیکار؟
هیچی، رفتم وجب کنم ببینم راست میگن اصفهان نصف جهانه. چرا به تلفن جواب نمیدادی؟ آدمی که میره رفته دیگه، تلفن جواب بده که چی؟ خودت میتونی لباستو عوض کنی؟ آره بلدم. بفرمید آقا. متشکرم. خواهش میکنم. اشرف بالا تمیز شد؟ بله خانم. داری به حرفای من فکر میکنی؟ شما یه مشورت با ما نکردی که این بچه رو بیارم تو این خونه یا نه؟ خب برای اینکه میدونستم شما نه نمیگی. واقعا که میشه بگیم شما به چی میخندین؟ من مجنون وقتی به لیلی اظهارش کردم، لیلی فقط یه بچه میخواست. اگه به دل این آقای مجنون بودم، یه کودکستان بچه میخواست. ایشون با همه درد سراش برامون کافیه. خاله جون راست میگه، آدم پشیمون میشه داشتن ایشون. سبا جان، شما بچه ها هیچ فکر پدر و مادرتون نیستی. منو میگی؟ بله. اصلا مامان من میذاره من فکر کنم. یه طراحی واسه آینده من داره، اونم شوهر دادن منه. خب مجبوره. اجازه بفرمایید. مجلس اندرونی ناصریه شده. منم برم به تاریخ یه نقبی بزنم و برگردم. شما هم بفرمایید به تاریختون برسید. دکتر غفاری میگفت زنگ زده جواب ندادی. جواب ندارم مامان، بالاخره من چیکار کنم؟ این بچه رو به هوای شما آوردم تهران. عزیزم من الان وقت ندارم، 10 روز دیگه سمینار پزشکی دارم تو هند. سمینار پزشکی چیه؟ همه میرن هند واسه دیدن تاج محل. مامان تو که شناختی، میخواد خونه نباشه، یعنی در اصل از من فراریه. کم لطفی میفرمایین آقای دکتر، خاله جون عاشق شماست. خیلی خوب، من که هیچ وقت حریف تو نشدم. فردا اسب بیارش کلینی. قربونت برم. میتونی اینو برام نگه داری؟ آره. سلام. سلام. این اسمش گارین است، آقای دکتر غفاری. دکتر من؟ نه دکتر من. بفرمایید تو منتظر شما هستم. اصفهان خوش گذشت؟ بد نبود. سوغاتی اونجاست دیگه. بله خانم دکتر گفتن. چند بار زنگ زدم بابتون؟ من که دیگه دارو نمیخورم دکتر. خوبم. الان هم میخواییم با گارینه بریم یکمی بگردیم، مگه نه؟ آره. ببخشید اجازه. اجازه بده. لبخنی زد تو ما اخم داشتی، مثل آدمی که قهره بودی. تو خوشت میاد دکترت همیشه مثل یه سایه دنبالت باشه؟ مگه تو مریضی؟ یه وقتی بودم. من مثل مریضم؟ بشی؟ چشمات قصه است، زیاد گریه میکنی؟ نه
فقط وایسا. کجا میری؟ تو نرو. کی بهت اجازه داده واسه خودت همینجوری بری؟ برای چی سر خود را افتادی اومدی ها؟ اگه یه بلای سرت بیاد من چیکار کنم؟ من حواسم هست. اولش همه فکر میکنن حواسشون هست ولی بعدا معلوم میشه نیست. میدونم میدونم. قیافش رو نگاه کن، اخماتو با کن. مهمون که اخ نمی کنه. این درخته رو میبینی؟ من یه بار وقتی بچه بودم ازش رفتم بالا تا نوک نوکش رفتم. جدی میگی؟ چند سالت بود؟ فکر کنم 10 سالم بود. الو. باشه الان میه. بود و باید بریم نهار، دارم از گشنگی میمیرم. دکتر هیچ میدونستیم که خوتن داره تو اصفهان یه ساختمون قدیمی رو بازسازی میکنه؟ نه، ولی خیلی خوبه. گاهی بازسازی یه بنای قدیمی به آدم نشون میده که اون تو چه شکلیه، درست مثل انسان. درون یه بنا فرمول داره، اما درون انسان یه هزار توی پیچ در پیچه. من که همیشه منتظر بودم روانشناسا این رازو کشفش بکنن، اما ناامیدم. به شرط اینکه بیمار بخواد مداوا بشه، یعنی در واقع قبول بکنه که بیماره. از نظر شما روانپزشکا همه آدمای یه جورای بیماره. اشتباه میکنی عزیزم، اونا میخوان به ما کمک کنن تا بفهمیم کیستیم و از بهر چه آمدیم. مامان باز موقع غذا کمیسیون پزشکی تشکیل دادیم؟ نه دخترم، واقعیته. بیا حالا میتونی با خیال راحت با. دکتر از نظریه تازه روانشناسی چه خبر؟ چه بلایی داره سر انسان معاصر میاد؟ شما چه نسخه تجویز میکنید؟ همون نسخه همیشگی، عشق. به قول شاعر که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. دیشب اشرف برام یه موضوعی رو تعریف کرد، جالبه. تو نوجوانی عاشق میشه ولی بهش میگن عشق گناهه، عشقشو قایم میکنه. سلام عزیزم، خوبی؟ آره. خانم حسینی لطفا ببرین امارای. چیزی نیست، مثل گرفتن عکس یادگاری میمونه. باش. شدی مثل مادره که بچه‌شون میره اتاق عمل. من اومدم بیرون، همه جا رو گشتم ولی عزیز اونجا نبود. همیشه همینو میگی، عزیز سوخته بود. چرا فراموشش نمی کنی؟ تو که گفتی خوب شده. من اصرار کردم از جاده کویری بریم اصفهان، من پشت فرمان بودم. من تو چه میدونی؟ یه جعبه کوچولو تو اتاق خواب کنار تختم، اونو لطفا بیار. اینجا کجاست خوتن؟ یه
یه وقتی خونه من بود، حالا دیگه نیست. کدوم بود؟ اون خونه که پنجرش پرده سفید داره. چند تا پله باید میرفتی بالا؟ آسانسور داشت. البته من بعضی وقتا از پله ها میدویدم میرفتم بالا، نشمردم هیچ وقت. خب میخوای نگی نگو. هنوز وسایلت اونجاست؟ آره، یه جعبه چوبی دارم توش پر از چیز میزای بچگیمه، میخوام بدمش به تو. چرا؟ پس خودت چی؟ آخه من بزرگ شدم. خب اینم جعبه، بده بگارینه. بیا خونت قبار گرفته، یکی رو بفرست نظافتش کن. میبینی تو بچگیم چه چیزایی جمع کردن؟ پر از گنجه ها. خودن جانم، آقای دکتر وقتی داشت از من عکس میگرفت سرش رو اینطور تکون داد، یعنی من خوب نمیشم. خوب میشی. اگه خوب نشدم طوری نیست، تقصیر تو که نیست. اه خودن میخواد بارون ببره. بارون؟ این موقع؟ بارون بارونه زمین آتر میشه، گل ساجونم کارا بهتر میشه، گل ساجونم تو شالی زاره، میترسم به چاد طاقت نداره. تنم دلی سیرو انوشور تور، کوبق جرریهت یاریس برفتر. ور تور ور تور سرس گیر کدر، این یاریس هروه تاوه این هوا. خوتن جان بچه رو بیارین تو، ممکنه بارون بیار. یکی من هز اچکر خونر، میتوق بر لطلینه. خوتن جون، خانم گفتن بچه رو باید ببریم بالا. باشه شما برید، منم الان میرم. حواست هست که فردا با دکتر حشمتی قرار داره؟ آره. اینم میدونی که نباید زیاد امیدوار بود. نه، چون دوست دارم امیدوار باشم. عالیه، آدمی به امید زنده است. ولی باید واقع بینم باشه. درسته، شما همیشه واقع گرا بودین، منم خیال باف. همیشه هم تو سرت به سنگ خورده. آی آی آی، بحث داره به جنگ میکشه، آتش بس بدین. نه لالایه شبانه مادره، دوست داره من خوابای خوب خوب ببینه. دوست دارم مسئولیت پذیر باشی. من که از مادری برای چیزی کم نذاشتم. من گله ندارم از شما. پس برید به سمت یه خواب آروم، چون من قراره این متن رو تحویل بدم. بفرمایین، شب بخیر. چی شد؟ رعد برق این دختر گارنیه میترسه. بازم ترسیدی؟ تو که گفتی از رعد و برق نمیترسم. ای چاخا.
آخه این دفعه یه هوی زد. اشرف خانم شما بریم، من پیشش میمونم. میخوام امشب پیش تو بخوابم، میخوام برات لالایی بخونم، خوبه؟ آره. پس چشاتو ببن. لای 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 گل لاله پلنگ در کوچه می ناله. بیا بریم بچه رو عمل میکنیم. دوستشی تو دوزو باشی؟ نه. ای تو بودی چی کارم کردی؟ نمیدونم. سلام. 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 ما با هم کلی رفیق شدیم. گارینه دیگه نمیترسی که بره بیمارستان اتاق عمل، مگه نه؟ آره. ممنون. ببخشید. سبق هم هست پیش آقا جان دکتره. خب پس میریم پیششون دور هم باشه. خوبه؟ آره. آره، قجر رو تهرون کردن پایتخت که به گرگان نزدیک باشن، یعنی در اصل به ایل و تبارشون نزدیک باشن. هیچ وقت هم تهرون دوست نداشتم، برای همینه که تهرون شد جنگل آهن و سیمان و دود. سلام. و... سلام، چه خبر؟ هیچی، قرار شد فردا ببرمش کلینیک، با این حساب پس فردا هم فکر کنم عملش کنم. بابا هم از که تو بیشتر از اون ترسیدی. مارتا زنگ زد سراغ تو گره. آره به خودم هم زنگ زد، کاش که تهران بود، فکر میکنم حضورش برای گارینه لازمه. ببین من دکتر غفاری رو آوردم. آره دیدمش. بیا. از چی دلخوری؟ دارم قاطی میکنم. از کدوم لحاظ؟ یعنی چی دکتر غفاری رو برمی داری میاری اینجا؟ خب خوبه بچه قبل از عمل. هیچ، بگو ازش ممنونم، بگو بابت همه چی ممنونم، ولی من دیگه دلم نمیخواد مریضش باشم. خودم من فقط دارم به خاطر. اصلا چرا خودتو نه؟ من چی؟ من فکر میکنم تو و دکتر غفاری خیلی هم به هم میان. مزخرف نگو. دکتر یه علمه جوک گفت،
خیلی خندیدم. فردا میریم کلینیکا. ولی من نمیترسم. ولی من دوست دارم شب پیشت بمونم. تو برو، من الان میام. خوب. آی دکتر قفاری هم خدافزی کردن و رفتن. خودن این غذا رو من پختم. یعنی بدون کمک اشرف خانوم؟ نه، من گفتم چطوریه اشرف خانوم پخت. خب پس این غذای مشترک خوردن داره. من که دارم میبینم از کنجکاوی ببینم اینا چیکار کردن. مطمئنه دست پخت خودتن خوشمزه تره. از وقتی یادم میاد اینجا همیشه آروم و ساکت بوده. از اینجا خوشت میاد؟ آره خیلی خوبه. آخه یه موقع تهران پر از این چنارا بود، پر از خونه های خوشگل و با سلیقه. اصلا میدونی من چرا معمار شدم؟ چرا؟ برای اینکه دلم میخواست خونه های خوشگل و بزرگ درست کنم که مردم توش به دنیا بیان، عاشق بشن، یه عمر خوب زندگی کنم. کجا رفتین شما؟ منو ول کردین رفتین؟ باید بریم مطب. وای بازم یه دکتر دیگه؟ نه، آشنای سباست. نه، آشنای دکتر قفاریه. خیلی خوب، حالا بریم. هوای اتاق برای بچه خوب نیست. بچه رو از اتاق بریم بیرون. این بچه باید عمل شه. ریسک عمل بالایی داره. 20% احتمال موفقیت، 80% احتمال تا آخر اون فلج بمونه. خودتن خودتو زدی به خواب سر منو کلا بذاری؟ آره، آخه میدونم میای از لای در نگاه میکنی و میری. دیشب سه بار اومدی. امشب دیگه نمیام. بگی به خواب، راست راستگی چشاتو ببن. خب حواس شب مهتاب کردی؟ شما هم که هنوز نخوابیدی؟ بفرمی. تو تاریکی هم دست از کتاب خوندن بر نمیداری؟ دیگه عادت شده، مثل یه جور مهورزیه.
این خودت که داری تمرین مادر بودن میکنی؟ من فقط میخوام راه بره، همین. خیلی هم ترس داره، مثل بچگی خودت. میترسیدی؟ خیلی. میگفتم نکنه حرف نزنی، راه نیفتی، از پله بیفتی. به قول قدیمی ها نصف جون شدم تا بزرگ شدی. حالا دیگه حرف میزنی، راه میری، برای خودت خانمی شدی. خودم چرا به یه همراه فکر نمی کنی؟ شما هم که حرف بقیه رو میزنی. مامانت هم به فکر آرامش توه. تو یه خیال بافی خودم، یه خیال باف که اهل ریسک و رویاست. خوبه ها، خوبه که آدم اهل ریسک باشه، بعض وقتا هم با رویاهاش زندگی کنه. میدونی خودم وقتی میشینی یه خونه رو طراحی میکنی خیلی خوشم میاد، یا وقتایی که آدم ها رو با خط و رنگ میسازی تا مثل رویاهات بشن. راستش بخوای به خاطر همین رفتارت عاشقت شدم. تنها عزیز، خیلی تنها. فکر میکنم همه رویاهامو گم کردم. حالا که باید باشی نیست. الو، سلام استاد، منم خودم. نه نه، هیچی شده. من میتونم ببینم اتون؟ نه، شما به من آدرس بدید، من خودم میرسونم. نه بلدم. باشه باشه، اومدم.
سلام. سلام. گفتی کوله پشتی رو برداشتم و رفتم به سفر بازسازی که هم خودم رو بازسازی کنم، هم یه خونه قدیمی رو که هنوز رو پاس. خودتو که میبینم خراب کردی. خراب نکردم، رفتم عوض کنم، عوض شد. من از کجا باید میدونستم یه بچه معلول همه چیز منو میریزه به هم؟ از کجا باید میدونستم این بچه انقدر تو من نفوذ میکنه که ناخواسته انتقام عزیزو بگیره؟ دعوای منو عزیز سر من نمیخواستم، ولی اون حتما از اینکه یه روزی پدر بشه خیلی خوشحال میشه. برای چی باید امشب عزیزو میدیدم؟ چرا امشب که قراره این بچه فرد و صبحش عمل بشه؟ استاد همه به من میگن من خیالاتیم، مریضم. من مریض نیستم، من فقط پی خودم میگردم. وقتی گارینه رو دیدم فکر کردم خودم رو پیدا کردم، چون تو خلوت خودم پیداش کرده بودم. اصلا شما همیشه خودتون میگفتین آدمی که با خودش خلوت نداشته باشه، خیال نداشته باشه، آدم نیست. تو حرمت خیالت رو نگه داشتی؟ حواسم به تپه های سبز نبود، به دشت های گشاده دست، به نسیم هایی که از کنارم رد شدند، به بغض هایی که در راه شکستم. آن سوی کوه ها کودکی را به ماه می برند، مرا که خواب مانده ام به ضیافت گریه های تنهایی. تو به من قول خواهی داد، به آب و آینه و باد، که وقتی دلم گرفت یک بار دیگر، فقط یک بار دیگر نگاهم کنی. دختر خوشگل بیا بریم صبحونه بخوریم. خوتن کو؟ خوتن میاد حتما. اینا منم؟ اینا بله تویی، تویی که داری راه میری دیگه. بریم بریم که آقا و خانم منتظره من. جواب نمیده، تا غافل میشی گم و گور میشی. حالا چرا فکر میکنی گم و گور شده؟ شما چرا اینقدر خونسردی؟ خونسردی در من دارم، من میگردم این بچه هست. خب پس چرا نیمی؟ سلام. سلام دختر گلم، خوبی؟ بله. دیشب خوب خوابیدی؟ آره. خوب به خوب، اونجوری که فرشته ها دور آدم میگردن و بازی میکنن؟
نه، تو خبرم هیچی نبود، ولی من میترسم. خودم کو؟ میاد عزیزم، میاد. ما از اینجا به بعد قرار میذاریم که به تو بگیم دختر شجاع. باشه؟ باشه. خب دختر شجاع، من میخوام یه لقمه برای تو کره و عسل درست کنم. سبا جون من سلام. من سوبینه نمیخورم. خوبم خاله. قربونت برم. خودم اونجاست؟ نه؟ باید یه لقمه کره عسل. نمیدونم. بعد میشه نخواه. تو هم خبر نداری؟ سبا جون یه زنگ بزن به دکتر غفاری بگو سریع بیاد اینجا. آره ممنونم، خداحافظ. من میرم کلینیک، خودتن اومد سریع بگو با من تماس بگیره. خداحافظ عزیزم. خداحافظ اشرف. خداحافظ. خداحافظ خانم. وقتی که بچه بودم، وقتی که میترسیدم، بزرگترها به من میگفتن که به خدا فکر کن. منم با مرتا میرم کلیسا. بارکلو به تو. من برم تلفنم رو جواب بدم. الو. سلام علیکم. بله بله اتفاقا رسید دستم. آره کلشو تصحیح میکنم، منتها مقدمهشو دوست ندارم، میخوام مقدمه جدیدی براش بنویسم. خودم بعدش نمیاد من برم تو اتاقش؟ نه چیزی تو اتاقش نیست، هنوز اسباب اساسیش توی خونه خودشه. خونه خودش؟ چی شد؟ دختر خانی که گریه نمی کنه. آفرینی. چی شده؟ میخواستم را برم، افتادم. گارینه تو قصه پریارو شنیدی؟ نه. پس اشرف خانم بیارش تا قصه پریارو با هم بخونیم. باشه؟ چشم. بریم پایین آقای دکتر قصه پریارو برای تعریف بکنن، ببینه چی میخوام بگم. منم نشدیدم. سلام. سلام خودن. سیستم ولم کلی میفتم. خوب شد گفتی، نزدیک بود ولت کنم. الان افتادم، میخواستم مثل نقاشی های تو بلندشم راه برم، افتادم. مثل نقاشه من؟ آره، رفتم تو اتاقت. میدونستی من اون نقاشی ها رو تو خواب دیده بودم؟ نه. چه خوابی بوده اون خواب؟ ببخشید یه ها رفتم. من که درکت میکنم، گارینه ترسیده بود و مامانتم خیلی نگران. حتما سباست یا دکتر غفاری، شاید هم هر دو با هم. مامانت خبرشون کرد. سلام. 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 بازم خانم دکتر مزاحم شما شده؟ نه خودم قصد داشتم بیام، هنوز کلی از حرفای منو گارینه مونده. خیلی خوش آمدید، بفرمایید. شما که هستی؟ گفتن زدی به چاک. ما بریم با هم بیرون یه دوری بزنیم. آخ جون. اجازه بدیم؟ نه آقای دکتر، شما زحمتتون میشه. نه خواهش میکنم. خوتن ما
مامان نست کرد، گفت بهت بگم که من دلم روشنه. خوابه؟ به مامانم زنگ بزن بگو ساعت چند باید بریم کلینیک. چشم. خانم دکتر گفتن ساعت پنج و نیم. مریضو بیارین. میرم تو حیات منتظر میشینم تا خودت بیاری پیشم. وقتی حرفه پزشکی رو انتخاب کردم فکر میکردم همه چی یعنی علم، ولی الان خیلی پیش میاد که دعا کنم. خوبه، ولی فکر کنم قبل از اینکه گارینه خوب شده باشه تو خوب شدی. من که دیگه به سختی رو پاهم بایستادم، میترسم. خب این طبیعیه، همه میترسم. عزیزم به صدای تو عادت داره، آروم آروم بیدارش کن. داشتن آب می‌ریختن روی من مثل اون روز.